خب تو این فیلم روندهای تناوبی رو براتون توضیح میدم و گروه‌های مهم جدول رو با هم بررسی می‌کنیم. روند تغییر برخی ویژگی‌های عناصر در جدول تناوبی. در یک گروه از بالا به پایین با افزایش عدد اتمی شعاع زیاد می‌شود. زیرا تعداد لایه‌های الکترونی زیاد می‌شود، همچنین اثر پوششی الکترون‌های درونی افزایش یافته و از تأثیر جاذبه مؤثر هسته بر الکترون‌های بیرونی کاسته می‌شود. ولی انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی کاهش می‌یابد. خب بچه‌ها، خلاصه این که توی این جدول تناوبی تو هر گروه از بالا به پایین که عدد اتمی داره زیاد میشه، شعاع افزایش پیدا می‌کنه. شعاع زیاد میشه از بالا به پایین. چرا؟ چون از بالا به پایین تعداد لایه‌های الکترونی اطراف اتم بیشتر میشه و شعاع افزایش پیدا می‌کنه. حالا روند تغییر انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی عکس شعاعه. پس از بالا به پایین که شعاع داره زیاد میشه، انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی کاهش پیدا میکنه. اما یه استثنای مهم مربوط به گالیومه بچه ها. شعاع اتمی گالیوم به طور غیر عادی از شعاع اتمی آلومینیوم کوچکتر است. ببینید گروه 13 رو توی جدول در نظر بگیریم، به ترتیب بور اولیشه، بعد آلومینیوم، بعد گالیوم پایینشه. چون گالیوم پایین تر از آلومینیومه، انتظار ما اینه شعاع آلومینیوم کمتر باشه یا گالیوم شعاع بیشتری داشته باشه. اما طبق این نکته که به شما گفتم، شعاع اتمی گالیوم به طور غیر عادی از آلومینیوم کوچیک‌تره. اما در یک دوره از چپ به راست با افزایش عدد اتمی شعاع کاهش می‌یابد. زیرا با ثابت بودن تعداد لایه‌های الکترونی، تعداد پروتون‌های هسته افزایش یافته و جاذبه هسته بر ابر الکترونی بیشتر می‌شود. ولی انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی افزایش می‌یابد. خب تو یک دوره یا تناوب از چپ به راست وقتی عدد اتمی داره زیاد میشه، اینجا شعاع بچه‌ها کاهش پیدا می‌کنه. حالا گفتم روند تغییرات انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی عکس شعاعه. پس تو یک دوره از چپ به راست که شعاع داره کم میشه، انرژی یونش و الکترونگاتیوی زیاد میشه. مهمترین وجه تشابه عنصرها در یک گروه تعداد الکترون‌های ظرفیتی آنها یا آرایش الکترونی لایه ظرفیت آنهاست. خب راجع به الکترون‌های ظرفیتی قبلا تو فیلم‌های قبلی که آرایش رو رسمی کردیم توضیح دادم. اون عناصری که توی یک گروه قرار میگیرن، تعداد الکترون لایه ظرفیتشون مشابه خواهد بود. مهمترین وجه تشابه عنصرها در یک تناوب تعداد لایه های الکترونی آنهاست. پس عناصری که توی یک تناوب یا توی یک دوره هستن، تعداد لایه هاشون با هم برابره. در نمودار تغییر شعاع اتمی، نقاط ماکسیموم مربوط به فلزات غلیایی یعنی گروه 1 و نقاط مینیموم مربوط به گازهای نجیب یعنی گروه 18 است. و در نمودار تغییرات انرژی نخستین یونش، نقاط ماکسیموم مربوط به گازهای نجیب یعنی گروه 18 و نقاط مینیموم مربوط به فلزات غلیایی یعنی گروه 1 است. خب بچه‌ها دقت کنید، توی یک دوره از چپ به راست گفتم شعاع داره کاهش پیدا میکنه. پس بیشترین شعاع میشه گروه 1، کمترین شعاع میشه انتهای دوره که گروه 18 باشه. انرژی نخست یونش گفتیم عکس شعاعه. پس بیشترین شعاع میشه گروه 18 انتها و کمترین شعاع میشه گروه 1 که همون فلزات غلیایی باشن. خب حالا گروه 1 یا فلزات غلیایی. خب ببینید گروه 1 همشون لایه ظرفیتشون NS1 خواهد بود، یعنی به S ختم میشه و Sش یه دونه الکترون داره. از بالا به پایین فلزات گروه 1 عبارتند از لیتیوم، سدیم، پتاسیم، روبیدیوم، سزیوم، فرانسیوم. واکنش پذیرترین فلزاتند، به حالت آزاد یافت نمیشوند و در زیر نفت نگهداری میشوند. خب دقت کنید، نوشتم این فلزات گروه 1 واکنش پذیرترین فلزاتند و در طبیعت به حالت آزاد وجود ندارن. چون واکنش پذیرشون بالاست، به حالت ترکیب با سایر عناصر به ویژه اکسید یافت میشن. چرا واکنش پذیرشون زیاده؟ ببینید اینا همشون NS1 هستن، یعنی لایه بیرونیشون یک دونه الکترون دارن. خب
با از دست دادن این یه دونه الکترون میتونن به آرایش گاز نجیب قبلشون برسن و پایدار بشن. از این نظر میگیم واکنش پذیرترین فلزاتن، چون تنها با از دست دادن یک الکترون به آرایش گاز نجیب قبلشون میتونن برسن. نکته بعد این که دمای ذوب و جوش و سختی از بالا به پایین کاهش مییابد. ببینید تو این گروه از بالا به پایین تاکید میکنم دمای ذوب و جوش و سختی کم میشه. نکته بعد این که چگالی از بالا به پایین زیاد می شود، یعنی از بالا به پایین چگالی داره زیاد میشه. البته یه استثنا داریم، چگالی کا از ان آ کمتر است. ببینید کا پایین تر از ان آ، چگالیش باید بیشتر باشه، ولی استثناش اینه که چگالی کا از ان آ کمتره. واکنش پذیری از بالا به پایین زیاد می شود. پس تو این گروه عنصر چی؟ عنصر فلزی من پایین تر باشه، واکنش پذیریش بیشتره. دلیلش چیه؟ ببینید اینا فلزن، باید یک الکترون از دست بدن همونطور که گفتم تا بتونن تو واکنش شرکت کنن، به آرایش گاز نجیب قبلشون میرسن. خب هرچی پایین تر باشه شعاع بیشتره، وقتی شعاع اتم من بیشتر باشه تمایلش به دادن الکترون و از دست دادن الکترون بیشتره و راحت تر میتونه الکترون از دست بده. از این نظر میگیم واکنش پذیری از بالا به پایین زیاد میشود، عنصری که پایین تره چون شعاع بیشتری داره واکنش پذیریش هم بیشتره. و اما گروه دو، فلزات غلیایی خاکی. گروه دو لایه ظرفیتشون به NS2 ختم میشه، پس توی لایه بیرونیشون S دو تا الکترون داره. از بالا به پایین عبارتند از بریلیوم، منیزیوم، کلسیوم، استرانسیوم، باریوم، رادیوم. واکنش پذیری زیادی داشته و در طبیعت به حالت آزاد یافت نمیشوند، ولی واکنش پذیری آنها از فلزات گروه یک کمتر است. نسبت به فلزات گروه یک سختتر، چگالتر بوده و نقطه ذوب و جوش بیشتری دارند. خب ببینید بچه ها، گروه دو هم نوشتم واکنش پذیری زیادی دارن. چرا واکنش پذیریشون زیاده؟ چون اینا هم تو لایه ظرفیتشون دو تا الکترون دارن، با از دست دادن این دو تا الکترون میتونن تو واکنش شرکت کنن، به آرایش گاز نجیب قبلشون برسن. اما نکته مهم، واکنش پذیری گروه دو یعنی این فلزات از گروه یک کمتره. چرا؟ چون همونطوری که گفتم گروه یک باید یه دونه الکترون از دست بده، در حالی که اینا باید دو تا الکترون از دست بدن. پس واکنش پذیری گروه یک از گروه دو بیشتره. حالا این فلزات یعنی گروه دو نسبت به فلزات گروه یک سخت‌ترن، چگال‌ترن، چگالی بیشتری دارن و نقطه ذوب و جوش اینا هم بیشتره. از بالا به پایین واکنش پذیری افزایش می‌یابد. مثل گروه یک از بالا به پایین وقتی شعاع داره زیاد میشه، تمایل این اتم‌ها به از دست دادن الکترون بیشتر شده، واکنش پذیری بیشتر میشه. تو این گروه اینا رو حفظ باشید، کلسیوم کمترین چگالی و باریوم بیشترین چگالی رو دارد. بریلیوم بیشترین نقطه ذوب و جوش و منیزیوم کمترین نقطه ذوب و جوش را در این گروه دارد. فراوان‌ترین فلز غلیایی خاکی کلسیوم است که ترکیب‌های کلسیوم داری مانند سنگ آهک و سنگ مرمر به فراوانی در پوسته زمین یافت می‌شود. خب گروه 17 یا هالوژن ها بچه ها. گروه 17 لایه ظرفیتش NS2NP5. ببینید کلن 7 تا الکترون تو لایه ظرفیتش هست، 2 تا مال S 5 تا مال P، به شکل NS2NP5 اینا رو دارم. از بالا به پایین عبارتند از فلور، کلور، بروم، یود و استاتین AT. واکنش پذیرترین نافلزاتم. پس توی گروه های نافلزی هالوژن ها واکنش پذیرترین نافلزات محسوب میشن. دلیلش چیه؟ چون ببینید اینا تو لایه ظرفیتشون 7 تا الکترون دارن، خیلی تمایل دارن با دریافت یه دونه الکترون به آرایش گاز نجیب بعدیشون برسن. از بالا به پایین واکنش پذیری کم می شود، ولی نقطه ذوب و جوش افزایش می یابد. نکته مهم تو این گروه اینه که برعکس گروه یک و دو که از بالا به پایین واکنش پذیری زیاد می شد، اینجا واکنش پذیری نوشتم کم میشه. چرا؟ چون همونطوری که گفتم بچه ها، اینا می خوان الکترون دریافت کنن. حالا
هرچی عنصر شما پایین تر باشه چون شعاع بیشتری داره تمایلش به دریافت الکترون کمتره و واکنش پذیریش بیشتره، یا برعکس بگم اونی که بالاتره چون شعاع کمتری داره جاذبه هستش قوی تر میشه و تمایلش به جذب الکترون بیشتر، واکنش پذیریش بیشتر خواهد بود. در دمای اتاق فلور و کلور به حالت گاز، بروم به حالت مایع و یود به حالت جامد است. گروه 18 گازهای نجیب از بالا به پایین عبارتند از هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون و رادون. به جز هلیوم که عدد اتمیش 2، بقیه عناصر این گروه اوکتت یا هشتایی هستند و به دلیل واکنش پذیری بسیار کمی که دارند تا کنون هیچ ترکیبی از هلیوم، نئون و آرگون شناخته نشده است. خب ببینید گازهای نجیب رو باید بشناسید با عدد اتمیشون، که توی فیلم های قبل دیدید که خیلی از مسائل آرایش الکترونی و اعداد کوانتومی رو با استفاده از گازهای نجیب حل می کردم که تعیین دوره و گروه قسمت مهمش بود. نکته که باید بدونید اینه که اینا پایدارن. چرا؟ چون میگن لایه ظرفیت اینا اوکتت یا هشتاییه، البته بجز هلیوم که عدد اتمیش 2 و آرایش اوکتت یا هشتایی نداره. نکته دیگه این که تا کنون هیچ ترکیبی از سه تا عنصر اول هلیوم، نئون و آرگون شناخته نشده، پس نتیجه گیری میکنم سه تا عنصر بعدی که کریپتون و زنون و رادون باشن توی بعضی حالتها ترکیباتی از اونا شناخته شده. خب عناصر واسطه داخلی یا دسته F، خب ببینید عناصر واسطه داخلی یا دسته F دو دسته تقسیم میشن، لانتانیت ها و آکتنیت ها، که براتون توضیح میدم. لانتانیت ها 14 عنصر در تناوب 6 هستند، از عنصر 57 تا 70 فلزاتی براق با واکنش پذیری زیاد. تمام این نکاتی که به صورت خلاصه و تیتوار نوشته شده رو باید بلد باشید و حفظ باشید، چون توی تستا حتما از اینا سوال میاد. آکتنیت ها 14 عنصر در تناوب 7 جدولن، از عنصر 89 تا 102 هسته ناپایدار داشته و پرتوزا هستند، مانند اورانیوم 92. خب یه تسل کنیم، در هر دوره از جدول تناوبی در چند مورد از خواص زیر فلزهای قلیایی کمترینن. تجربی داخل سال 95، الکترونگاتیوی رو گفته، شعاع، نقطه ذوب، انرژی نخستین یونش و بار موثر هسته. گفته تو چند تا از این موردهایی که لیست کرده کدوم یک از این فلزهای قلیایی میگه کمترین رو دارن. خب الکترونگاتیوی رو بررسی کنیم. گفتیم اینو به طور کلی تو یک دوره از چپ به راست، گفتیم الکترونگاتیوی زیاد میشه و در هر دوره پس فلزات قلیایی کمترین الکترونگاتیوی رو دارن، چون وقتی از چپ به راست داره زیاد میشه، اولیش که گروه یک یا فلز قلیایی باشه کمترین الکترونگاتیوی رو خواهد داشت. اما شعاع در یک دوره از چپ به راست شعاع کاهش مییابد، پس در هر دوره فلز قلیایی بچه‌ها بیشترین شعاع رو داره. نقطه ذوب، بدونید اینو، کمترین نقطه ذوب در یک دوره مربوط به گازهای نجیب یا گروه 18. انرژی نخستین یونش به طور کلی در یک دوره افزایش می‌یابد و در هر دوره فلزهای قلیایی کمترین انرژی نخستین یونش را خواهند داشت. خب راجع به انرژی نخستین یونش چرا نوشتم به طور کلی؟ چون یه سری استثناء داریم که توی فیلم بعدی براتون توضیح میدم، اما چیزی که مسلمه اینه که فلز قلیایی یا گروه 1 کمترین انرژی نخستین یونش رو داره و گروه 18 بیشترین انرژی نخستین یونش رو توی یک دوره خواهد داشت. بار موثر هسته در یک دوره از چپ به راست افزایش مییابد و در هر دوره فلزهای قلیایی کمترین بار موثر هسته رو دارن. یه تست دیگه باز، اتمی که دارای الکترونی با عدد کوانتومی N4 و L مساوی با 3 است، در کدام دوره و کدام دسته از عنصرهای جدول تناوبی جای دارد؟ تجربی داخل 95. خب بچه ها دقت کنید، وقتی میگه N4 و L3 یعنی 4F، این 4 که نشون دهنده ضریبه، L3 یعنی گفتیم F یعنی 4F. خب 4F گفتیم توی لانتانیت هایی که 4F داره پر میشه و لانتانیت ها هم دوره شون 6ه، میشه گزینه 1. خب یه تست حل کنیم باز، با توجه به نمودار روبرو
X میتواند روند کلی تغییرات کدام خاصیت عنصرها در جدول تناوبی نسبت به عدد اتمی یعنی زد آنها باشد. خب ببینید بچه‌ها، نمودار که من میبینم یعنی یه خاصیتیه که با افزایش عدد اتمی داره افزایش پیدا میکنه. ببینیم حالا کدوم خاصیته که با افزایش عدد اتمی زیاد میشه. چگالی فلزهای قلیایی. خب توی فلزات قلیایی گروه یک از بالا به پایین گفتیم چگالی زیاد میشه. البته استثنا داشتیم که چگالی کا از ان آ کمتر بود، ولی اینجا به طور منظم افزایش رو من دارم، پس این نمیتونه باشه. واکنش پذیری هالوژن ها. خب گفتیم هالوژن ها از بالا به پایین واکنش پذیریشون کاهش پیدا میکرد، اینم نمیتونه باشه. انرژی نخستین یونش عنصرهای دوره دوم. خب انرژی نخستین یونش بچه ها گفتم به طور کلی افزایش پیدا میکنه، اما دو جا استثناء داریم تو انرژی یونش بعد گروه دو و گروه 15 که تو فیلم بعد توضیح میدم که اونجا کاهشه، ولی این خاصیت به طور منظم داره افزایش پیدا میکنه، پس انرژی نخستین یونش هم نمیتونه باشه. و اما واکنش پذیری فلزهای قلیایی، گفتیم فلزات قلیایی و همچنین قلیایی خاکی گروه 1 و 2 از بالا به پایین با افزایش عدد اتمی واکنش پذیریشون افزایش پیدا میکنه، پس این میتونه گزینه 4 رو برای من نشون بده.